دوستان از امیتی سلام، رسیدیم به روز دوم نمایشگاه CES و باز هم با کلی خبر در خدمت شما هستیم. البته خیلی از تعداد خبرهای مهم و مراسم مهمی که بعد اتفاق بیفته تو همون روز اول نمایشگاه CES و تو چند روز آیندهش مختص بازدید کننده عمومی میشه که بخوان مردم برن از قالب قسمت های مختلف بازدید بکنن و خب خیلی چیز خاصی رو نمایی نمیشه، اما در هر صورت با ما باشید تا اخبار امروز هم با هم دیگه مرور کنیم. اینجور که پیدا، سامسونگ یه برنامه ریزی خیلی محکمی کرده که بتونه تو قسمت‌های مختلفی از دستگاه صوتی خودش به اسم بیکسپی استفاده بکنه و یکی از بهترین کارهایی که کرده برای خودروهای آینده اینه که دستگاه بیکسپی رو آماده سازی کرده که بخواد هم پشت فرمون راننده قرار بگیره، هم سیستم سرگرمی کل خودرو رو در اختیار بگیره که هم بتونه هوشمند باشه و هم کلی قابلیت به خودرو اضافه بکنه. یه همکاری هم با شرکت هارمن انجام داده که مطمئنا تو این راه خیلی کمکش می‌کنه. حالا برای جزئیات خبر و تصاویر مفهومی رو بخواد ببینید حتما وارد سایت بشید. سیگریت هم بعد از مدت طولانی رفته به سمت کاربرای غیر سازمانی، میخواد یه سری محصولات عمومی تری رو نمایی بکنه. به همین تو قسمت اولش یه سری SSD به اسم فایر کد 500 و بارا کد 500 معرفی کرده که از یه پلتفرم جدیدی و کنترلشون هم E12 NVMe که میتونن به یک محصول خیلی قدرتمند تو بازار حافظه M2 NVMe تبدیل بشن. تاکسی هوایی بل نکسوس در نمایشگاه CES 2019 رو نمایی شد. این تاکسی پرنده مجهز به 6 روتر کج پروانه است که توی این نمایشگاه معرفی شده. پیشرانه هیبریدی و سیستم انتقال قدرت این تاکسی پرنده توسط یه تولیدکننده فرانسوی طراحی شده و از 6 روتر کج پروانه قرار گرفته در کنار هم بهره میبره که روی زمین با حالت تخت قرار میگیره. قدرت از ترکیب باتری و توربین گاز به دست میاد که یک ژنراتور الکتریکو به حرکت در میاره. لپتاپ های سری XPS برای دل کلا لپتاپ محبوبی هستن و امسال توی نمایشگاه بالاخره جای دوربین وبکمش عوض شد و اومد تو حاشیه بالا قرار گرفته. این یک تغییر خیلی کوچیک نیستش، به خاطر اینکه به ادعای خود شرکت از کوچکترین دوربین وبکم استفاده شده که واقعا توی یک طراحی مهندسی خیلی پیچیده ای لازم داره. همونجوری خودتون هم میبینید حاشیه این دستگاه خیلی باریکه و قرار گرفتن این دوربین بالای دستگاه تو سالهای گذشته خیلی سخت بوده که امسال بالاخره محقق شده. اینتل تو جریان کنفرانس CES 2019 در کنار تو معرفی پردازنده 10 نانومتری خودش از نسل 9 پردازنده خودش هم رونمایی کردش. Core i9 9920K، Core i9 9720K و Core i5 9620K پردازنده جدید این شرکت هستن که از چیدمان 6 هسته و 6 هسته ترد تا حد اکثر 8 هسته و 16 ترد پشتیبانی میکنن. همه ما ممکن است کیبوردمون به یک صورت استفاده نکنیم. یه شرکت خیلی خلاق توی نمایشگاه به اسم نیمیو از یک کیبورد رونمایی کرده که زیرش جوهر الکترونیکه و اون ما اینو میتونیم همه دکمه‌هاشو شخصی سازی بکنیم و به هر شکل و هر فرمی که می‌خوایم در بیاریم. کنون از دوربین‌های فیلمبرداری W10 G50 و W11 رونمایی کرد. توانایی ضبط کلیپ‌های 4K با نرخ 30 فریم بر ثانیه و زوم اپتیکال 20 برابری از جمله ویژگی مطرح اونا به حساب میاد. این دوربین اولین محصول سری جی با قابلیت ضبط 4K که میتونیم اونا رو یه گزینه خیلی مناسب برای کاربرای نیمه حرفه‌ای بدونیم. تو تلویزیون‌های اولد پاناسونیک سهم بازار خیلی قوی نداره، ولی خب داره کم کم تلاش میکنه که بتونه یه سهمی از این بازار بگیره. یه تلویزیون اولد معرفی کرده به اسم GZ2000 با اسپیکرهای دالبی اتموس که به گفته خودش تمامی کالیبره کردن رنگ‌های این تلویزیون توسط کارشناس هالیوود انجام شده که هم پنل 55 داره هم پنل 65 اینچ.
لنوو هم یه محصولی تو نمایشگاه آورده بود به اسم یوگا A940 که الهام گرفته از سرفیس استودیو میتونه باشه. همسایه صفحه نمایش داره که هم میتونه QHD باشه هم میتونه 4K باشه و اینکه برای مناسب برای کسی که عاشق طراحی و کارهای صنعتی میخوان انجام بدن. خیلی وقتی که منتظر معرفی کامپیوترهای کوانتومی هستیم و این اتفاق افتاده. IBM اولین سیستم یا ماشین کوانتومی خودش به اسم IBM Q سیستم معرفی کرده که فعلا تو این مرحله قدرت پردازش 20 کیوبیتی داره که به گفته خود شرکت تا رسیدن به اون مرحله‌ای که بخواد آرمان سیستم‌های کوانتومی باشه خیلی فاصله داره. البته تو طراحی ماشینی که حالا خودتون هم دارید می‌بینید از طراحی‌های خیلی مهمی استفاده شده و میتونیم بگیم که واقعا یک قدم فوق‌العاده حساس تو این زمینه انجام شده. یه شرکت فرانسوی تو نمایشگاه CES 2019 از یک کاروان به اسم اکسترا ویو رو نمایی کرده که کاملا طبیعیه و مثل بقیه کاروانایی که وجود داره، اما از نظر راننده این کاروان کاملا نامرئی میشه. از حالا پنلی که استفاده کرده کاملا میتونه پشت کاروان رو ببینه، برای همین مشکل زاویه دید راننده رو حل میکنه. خودروهای خودران یک بحث خیلی مهمی هستن که تو سال جاری بهشون پرداخته میشه. شرکت بایده اومده پلتفرمی به اسم آپولو انترپرایز توسعه داده که میتونه به وسیله 130 تا از شرکای تجاریش تو سراسر دنیا استفاده بشه و یه تحول تو زمینه خودروهای خودران به حساب بیاد. دل هم تو این نمایشگاه از لپتاپ‌های جدید خودش تو اندازه 13 و 15 اینچی برای اینسپایرون رونمایی کرده که تراش‌خوردگی خیلی خوبی دارن، حاشیه صفحه نمایش کمتر شده و کلاً تغییر و تحول خوبی رو توی طراحیش ایجاد کرده. Alienware RA51M یک کامپیوتر با مشخصات سیستم دسکتاپ خانگی در پوشش یک لپتاپه که فوق‌العاده حرفه‌ای طراحی شده و از نظر پردازش و تمام کاری که میتونه انجام بده به شما یک درصد تضمین بالایی میده که میتونه خیلی خوب عمل بکنه. در کنار این محصول لپتاپی که معرفی کرده یک نمایشگر OLED 55 اینچ دیگه هم داشته که میتونه با بروزرسانی 120 هرتزی خودش یک دستگاه فوق العاده جذاب برای گیمرها باشه. لنوو تو نمایشگاه امسال یه محصول فوق العاده جذاب دیگه هم داشت به اسم S940 که لپتاپیه که قسمت بالاش همون صفحه نمایشش کاملا با شیشه طراحی شده و اینکه دوربین وبکمش هم به دلیل حاشیه بسیار کمی که داره توی یک برآمدگی بالای صفحه نمایش قرار گرفته و کل صفحه نمایش 90% جلوی دستگاه رو تشکیل داده که فوق العاده جذابه و میتونه لپتاپ قدرتمند توی رده به حساب بیاد. خیلی ممنونم که این ویدیو رو همراه ما بودید. حتما برای مطالعه تمام اخبار CES و مشخصات بیشتر در مورد خبری که به شما گفتیم وارد صفحه اصل سایت بشید و دسته‌بندی CES رو انتخاب بکنید. خدا نگهدار.